با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب آرش نوشته بهرام بیضایی خواهند پرداخت. آرش روایت برای روایت برای رستم‌بازی و دیگر اجراها. یک، ایشان مردان ایران با دل خود، با دل اندوه بار خود میگویند ما اینک چه میتوانیم که کمانهامان شکسته، تیرهامان بی نشان خورده و بازوهای من سست است. و راست و چنین بود، زیرا ایشان از جنگ دراز آمده بودند که جنگ درازشان سخت بود، که تیرانداز از تیر و کماندار از کمان پیدا نبود و بینشان مردها هزار هزار از سرزمینهای دور دور آمده بودند، از سرزمینی که کمان خوب دارد یا آنکه کمندهاش سخت تابیده، از آنجا که برش چهار گونه باد می‌وزد یا دشتی که درش پر آبترین رود می‌رود، و چنین هر کس از هر جا آمده بودند. اما از ایشان، از مردان، هرگز به سرزمین خود باز نگشتند هیچ، و دلها پراندوه که آسمان تاریک بود، که آسمان خود پیدا نبود، که خورشید گریخته بود، که ماه پنهان شده، که ابر میبارید، و جز آذرخشی چند هیچ روشنی بر جنگ و مرد جنگ نبود. و چگونه از زمین سرخ گیاه سبز بروید؟ پس هیچ گیاه سبز از زمین سرخ نرست و درخت سبز زرد و گل سرخ سیاه شد، و هر مرد گیاهی طوفان زده بود کش پاک ریشه خشکیده. دو، و او آرش ستوربان در اندیشه ای دراز بود، پیشانی پرچین به سراپرده دور که به لبخند مرد پست میمانست چشم دوخته. او دمی پیش کالبد اسپی خونین را در خاک کرده است و اینک غبار سرخ را می نگرد از زمین جنگ برخواسته کش باد می برد. او به دشت می نگرد غمناک و هیاهویی می شنود که آشنا. او از پدرش می داند که شکست همیشه بر یک گونه است و در این غبار سحرگاهی می نگرد مردان را، مردانی که هزار هزار از سرزمین های پرکوه و دشت، بر کوه ابر، بر دشت رمه آمده بودند و می اندیشیدند که به دشت ها و کوه هاشان، کوه ها بلند، دشت ها بزرگ، باز می توانند گشت. پس شیهی بلند و اسپی را سم به زمین، و زمین پر شده از پاره های تن، و زمین را تن پر شده از زخم های نو، و او آرش ستوربان زانو به زمین می کوبد و خاک را چنگ می زند خونین. پیش چشم او پیکار و بانگ طبل‌ها و آوای سنج و کوس و قرش انبوه‌های جوشن پوش، و او چشم می‌بندد و می‌بیند که خورشید گریخت، که ماه پنهان شد، که کوه‌ها جنبیدند، که دشت‌ها تنگ، که آسمان به پایین شد و زمین راست بالا رفت، ز بس که بارش ابر، ز بس که قرش باد، ز
بس که تابش تندر البرز سر از خواب برداشت. البرز که راز جهان با اوست، که بر نخستین گردش خورشید گواه راستین بوده است، که در پای خود مردان را می نگرد که زاییده می شوند و زاییده می شوند و باز می بیند که می میرند و می میرند، و او البرز بلند چه بسیار با گردش خورشید و زایش مرد عشق فشانده است. تنها اوست که نیک می داند زندگی مردان 1-2 هزار ناچیز است و هر چیز دیگر از آن ناچیزتر. و البرز آن بلند پایه 7 آسمان و البرز آن که به بلندی بلندترین است سر از خواب برداشت. و جنگ را دید که مردان پا بر زمین سر بر آسمان با خشمشان به شمشیر میزنند و شمشیر میزنند. و چون روشنی گریخت و چون جهان تیره شد، در آن تیرگی که سپید از سیاه پیدا نبود و مرد از مرد فریادها شنید و فریادها شنید، فریاد بینشان از مرد بینشان، و البرز آن بلند دارنده رازها همه را شنید و خاموش ماند و غم هر مرد در دل او به سنگینی البرز بود. 3. اینک از دل قبار آوازی پیش می آید نزدیک و دستی قبار می راند سردار، بر یک پای خود ایستاده و پای دیگرش چوبین و شمشیر را عصا کرده. 4 آینه بند زرهش می درخشد اما سرخ، می گوید هان تو تیر انداختن خوب می دانی و کمانت از پشت آسمان خمیده تر است، ای کشواد یک تیر تو اگر بیندازی تا کجا می رود؟ و آرش می نگرد که کشواد برخاست. از پس آن غبار می نگرد که مرد کماندار چون کوهی از زمین برخاست، با جامه چرمینش دریده، غبار بر گیسوی انبوهش نشسته و ریش سپیدش سخت ژولیده، بازویش به ستبری 10 بازو، تکیش بر کمان پولادش، و می شنود که سردار می گوید هان تو کمان کشیدن نیک می دانی و تیرت بال سیمرغ دارد، ای کشواد یک تیر تو اگر با همه نیرو بیندازی تا کجا می رود؟ و او کشواد گفت 1 فرسنگ و خروش از سپاهیان برخاست. ایشان به فریاد بلند می گفتند ای کشواد پیش برو به سوی تورانیان که گروهشان به گروه دیوان میماند، و به ایشان بگوی که تو تیر خواهی انداخت، تا هر کجا تیر تو برود تا همانجا از آن ایران است، تا هر کجا تیر تو برود ای کشواد. سردار میگوید اینک فرمان، و کشواد میغرد نمیبرم. پس سردار از دل آن غبار به او می نگرد سرخ، ای کشواد باد می وزد و من پاسخ تو نشنیدم. کشواد می گوید اما آرام شکست را 1 تن نخورده است، ما همه باخته ایم، اما اگر من تیر بیندازم نفرین آن مراست، فردا آنها که در گروهند خیل خیل می نالند که تیر کشواد ما را به دشمن واگذاشت. آنک سردار بر 1 پای خود نعره می کشد ما برای هر پهنا
صد مرد داده ایم و اینک تیر تو یک فرسنگ بیش می رود. و کشواد در دشت می نگرد به شکوه، یک فرسنگ چیز ناچیزی است، اینک کشوری از دست رفته است. پس سردار پیشتر می آید، چهره ارغوان کرده، هنگام که چاره نیست، این خود امید است ای کشواد، امید که لختی بیشتر آزاد کنی. این می پرسد آزاد و او از بندگی. پس کشواد می غریبد سهم، پیش از این دشمن آیا بندگی نبود؟ پیش از این دشمن آیا بندگی نبود؟ و سردار از خروش می ماند، در باد می نگرد و از دل قبار پنج سرکرده پیش می آیند. کشواد سر به زیر می افکند، ما را شکست ندادند، از این پیش ما خود شکست خورده بودیم. و آرش ستوربان آفتاب را می نگرد تیره، که از پس پشت آن بلند آن کوه سر برآورده، در غبار سایه های دور میخزند، زندگان و مردگان با هم. از مرداب پرنده ای آواز میدهد و اینک سردار چون سایه ای به سخن آغاز میکند. تو از چه سخن میگویی؟ مردمی که از آنانی از تو نیستند. چه کسی گفت کسانی که دوست می‌داری دوستدار تو اند؟ تو آن چرخ عرابه‌ای که در غبار فرو ماند. بنگر ای پهلوان که چگونش به آتش می‌کشند، هرچند زیر بار آنان شکست. این جنگ را من نخواستم، من خود بازیچه این پیکارم. آنگاه که باید یگانه می بودند بیگانگی کردند. هر کس خود را اندیشید، هر یک به راه خود رفت. بسا پهلوان نام‌آور که تنها ماند، بسا تنهای تناور که به خاک افتاد. دلاوران کجایند؟ آری این بیداد از ماست و بیدادگران ماییم. تنها شکست بودشان که هم آواز کرد، اینک سنگ بر سنگ مویه می کند که ما را از بند ایشان رها کنید. چه جای درنگ؟ گوش من بر بهانه ها بسته است و من با تو می فرمایم ای کشواد که خردمندی هرچت دلاوری است گرد آور، این تو این پیمان. و کشواد در باد می نگرد، با این تیر هیچ دگرگون نمی شود. سردار فغان بر می آورد، آیا تو دشمنان را نمی بینی که از نیزه هاشان جنگلی ساختند و بیتاب تر از خیزاب های دریای دلاشوب هر دم آرایشی خوفناک تر می آورند؟ دشمن میتواند نابودمان کند. و کشواد میگرد، او من باریش خندی نابود کرده است، یک تیر چه میتواند بکند؟ پیمان برای چیست؟ آن چرک جامگان میدانند که تیر ما از آنچه ما را هست دورتر نخواهد رفت. پس این تلخ می نالد، دشمن خیره است ای کشواد و ما چیره نیستیم. و کشواد همچنان با باد، تا مرزی که بود کرور کرور در گروهند. سردار چهره در هم می کشد، دوجم رهانیدن ایشان از ما ساخته نیست. اینک خروشی، ولی کدام کس آنها را به اسیری داد؟ آنک
نیزه های نور در هزار جا به زمین می کوبد. پرنده ای افغان بر می آورد. اینجا و آنجا چندین تن به خاک می افتند و در میان زمزمه ها پیری مویه آغاز می کند و در پی او مردان مانده چندین تیره و تبار. چه بخت کوتاهی با ماست تا فرو رفتن این آفتاب. برای ما مردان از مردی چه مانده است؟ ما ریش خند گیهانیان شدیم. آیا دخمه های تیره مرگ سزاوارتر نبود؟ ناگاه سردار سر برمی آورد، می خروشد و بر پای می شود. قرآن می غرد نفیر کش و هولاور. هان ای مرد، ای پهلوان بیماور، برخیز، این پیمانیست گذاشته. و کشواد در چشمان او میگوید من با کسی پیمان نکردم. پس کشواد کمانش را بر زانو می شکند و می اندازد. سردار خیره می ماند. هان، این فرمان سرور توست. و کشواد میگوید در شکست هیچ کس به دیگری سرور نیست. پس آن سردار تیغش در مشت فریاد میکشد ای کشواد به دیگران بیندیش. و کشواد بیخیش میشود. چه کسی گفت من به دیگران نمیاندیشم؟ هان، اینت پیمانی بین سروران و با پیمان زندگی مشت بندگان در گروه تیری که چون رها شود همه این یا آن راست. اما بندگی خود برجاست. اینک خیل خیل در گروه اند. اما آن کسی که گفت ای کشواد تو تیر بینداز در اندیشه ایشان نیست. او خسته است و میخواهد بازگردد تا براساید. ولی من خیش را هیچ از ایشان جدا نمی دانم. اگر آزاد کردنشان نتوانم پس با ایشان می مانم. چون این گفت و اینها به شکوه. سردار می ماند و با همه اندوه خود باباد می گوید فرداست که لگد کوب من کنند. کشواد دیگر پشت کرده است. من به سم اسپان تن می دهم و به این پستی نه. و سپس دور می شود در دل سرخ این غبار. او دور می شود و آرش می نگرد که پنج سرکرده نزدیک می شوند تا سردار. پس چشم مرد ستوربان در غبار می نگرد. کشواد را می جوید از دنبال و نمی یابد. ناگاه در پی او می دود. او را به نام می خواند. کشواد از راه می ماند. با دست غبار را از پیش چشم می راند تا بر او بنگرد. اما چیزی نمی بیند. می پندارد که بادی وزیده است و بر راه می رود تا درختی سوخته. آنک کنار برج و این اسپی چاک شده از پیکان و اینجا آرش بر او راه می‌بندد. ای پهلوان. و پهلوان می‌ماند. در وی می‌نگرد و می‌گوید نام من کشواد است. او گوید نامت بلند باد، من در کنار تو بودم. و کشواد پاسخ می‌دهد من هرگز تو را ندیدم. مرد ستوربان گوید من از شبانان این بوم بودم که اینک ستوربان سپاهم. کشواد میگوید هان ستوربان، در راه من چه میکنی؟ و او با همه شور خیش میگوید من تو را میستایم ای کشواد. ناگهان همه اندام مرد میلرزد. در وی مینگرد و گرهی در گلویش راه سخن می بندد.
سخت میگوید کنار برو. آرش با شرم سر میافکند و مرد دور میشود. با گامهای سخت بلندش در غبار و از دل غبار آرش میشنود که او را به نام میخوانند. گوش تیز میکند و این جز دیدبان برج چوبین نیست. ای آرش، ایشان به جای پیک مردی می جویند. من گفتم که تو زبان دشمن را نیک می دانی و پیغام بی کم و کاست می بری. اینک بازگرد و در غبار بنگر. پس آرش سر می گرداند و این سردار است که از دل غبار او را پیش می خواند با نشانه انگشت و او پیش می رود. ای آرش، تو سپاهی نیکو نه ای، اما ستوربانی نیک بوده ای. اینک که ستوری نمانده است، بیا و پیک ما باش با دشمن. هان پیش برو و به ایشان بگوی که یک روز بسیار اندک است و زنهارشان تا خفتن این خورشید ما را بس نیست. و آرش به دور می نگرد، در آن سوی غبار خیل دشمن را می نگرد، انبوه خنده ها بر لب، جامشان در کف، با سراپرده ها برآورده و نیزه هاشان راست بر در سرا پرده. چهار، آنک زمین و زمین تیره و بر زمینی چنین تیره روزگاری خانه های ما روییده بود. پنج، پس آرش می دمد در گاودم شاه توران چشم از آفتاب می گیرد، بر وی می نگرد سهم و چشمانش سرخ چون آفتاب می خندد. آیا در همه سپاه شما یک اسب زنده نبود؟ آرش واپس را می نگرد. اسب من به چراست و او در کدام چراگاه نسوخته؟ پس پیش می آید با نگاهش دلدوز. آن تیرانداز تویی؟ و آرش به او می گوید با زبان او، من مردکی ستوربانم که اینک از دوست پیام آوردم با نشان این نگین سرخ. شاه توران می پرسد پیک پیشین چه شد؟ او زخمگین بود. و آرش با اندوه، او جان به در نبرد. شاه توران در آفتاب می خروشد. هیچ کس جان به در نخواهد برد مگر که گردن نهد. اینک پیغام بگذار، من سراپا گوش. آرش گوید زنهار یک روزه آرش گوید زنهار یک روزه ما را بس نیست. بس نیست؟ تیرانداز ما خسته است. شاه در وی می نگرد. تیرانداز؟ مگر تو نیستی؟ این گوید من مردی ستوربانم. و شاه می خروشد اما شنیدم که گفتی تویی. آرش برخیش می لرزد. من نگفتم. و او برمی آشوبد این کیست که مرا دروغ زن می خواند؟ و آرش پاسخ نمی دهد. شاه توران می گوید آرام و در نگاهش سهماتشی، نامت چه بود؟ آرش. و آن تیرانداز تویی؟ آرش گامی پس می رود. نه، من هرگز تیراندازی نیکو نبودم. شاه گوید اینت نیکوتر، پس تو تیر بینداز. آرش آنچه را شنید باور نمی کند. هان باد می وزد و من این سخنان نشنیدم.
شاه توران میخندد. شنیدی آرش و پیمان را تو به جا می آوری. پس آرش با درنگ در زهرخند او می نگرد، دشوار می گوید من مردی ناچیزم و ریش خند مردی ناچیز به شاهان برازنده نیست. شاه توران غریو می کشد به من پند می دهی؟ و هفت سرکرده شمشیرهایشان را تیز می کنند. پس آرام این ریش خند را سروران تو پذیرفتند. آرش روی می گرداند هرگز، و او به زمین لگتهای سخت می کوبد. من تنگ نایی گستردم تنگ، چنان که به زنهار من آمدند و من شان بخشیدم. آشتی خواستند و من پسندیدم. به هنگام پیمان مرز را در گروه تیری خواندم و ایشان از ترس خشم سختم پذیرفتند و اینها همه با سوگندان سخت. آرش باباد می نالد ما خرد شده ایم، و او می خندد خردتر آنگاه که تو تیر بیندازی، آن کس که من فرمان میدم. آرش روی بر میتابد من نه، و او باز میخندد چرا آرش، ما پیمان کردیم اما نگفتیم تیرانداز را چه کسی برگزیند. اینک من میگویم و به خداوندانم که بر این استوارم. آرش میرمد کوششی بیهوده میکنی ای شاه، ایشان نمیپذیرند. و او پادشاه خشم‌آور در چشم سپاه خیش می نگرد، زره در زره، درفش آب نوسشان در باد، و ایشان لب به خنده باز می کنند. آرش گنگ می ماند این پستی است. و این پادشاه تورانی تلخ می خندد آری آرش، آنان روزگاری ما را پست خواندند، بگذار اینک روزگار ما باشد. آن که تو آخرین تیر ترکش منی، بدان که می توانستم انبوه شما را از تیغ بگذرانم. این می پرسد چرا چنین نکردی؟ و او از لبخند می ماند نه آرش، آنها باید بمانند و فرزندان را بگویند که از ما چه دیدند. پس فریاد می کند شراب، و شرابداران نزدیک می شوند. آرش می گوید من تشنه نیستم. شاه چهره در هم می کشد لختی درنگ سرد می گوید دلم بر تو به مهر آمده بود. آرش باز می خروشد من تشنه نیستم. شاه توران سرخ بر وی می نگرد و از خشم می لرزد ای آرش، نگفتی پیک پیشین چه شد؟ آرش فریاد می کند او مرد. شاه می گوید به راستی که او از تو نیک بخت تر بود، من تو را صد بار نابود می کنم. پس دور می شود و آرش می شنود مردی را به نام می‌خواند. این نام به آرش آشناست و اینک سایه‌ای از پشت سراپرده سرخ پیش می‌آید تا شاه، و از دیدن او لرزه‌ای در تن آرش. آرش گوش تیز می‌کند و می‌شنود ای هومان از آرش چه می‌دانی؟ و مرد که به ستهمی ده مرد است میگوید این نام را نشنیدم. شاه گوید خداوند نام اینک اینجاست، تیز بنگر و بنگر که او چگونه تیراندازی است. پس هومان روی میگرداند با چشم میجوید و نگاهش پاک بیگانه. مردی را مینگرد خورد، تنها به پای ایستاده در میان سواران پیاده‌ای. میگوید من این مرد را هرگز
در جنگیان ندیدم. شاه گوید راست او و با سوگند. شاه می خندد و فریاد می کند باید پیامی بنویسیم ای هومان، آماده باش، پیامی به پارسی. پس دور می رود تا سراپرده بنفش و بر در می ماند. او از شما بود ای آرش و اینک با ماست. آرش می داند که زانوانش سخت می لرزد و نگاهش پیر می شود. پس به خود می پیچد و چشم می گشاید. خود را می بیند در برابر هومان ایستاده. ای پهلوان، ای پهلوان دیوشکن، ما تو را مرده پنداشتیم. و او نگاهی نمی کند. این فریاد می کند ای هومان چرا به ما پشت کردی؟ و هومان از فریاد او بر جای می ماند خشک. پس خشک می گوید من آنجا بارکش قبیله خود بودم. این گوید اینجا نیستی؟ هومان گوید من از ستم به ستم گریختم، از دشخوی به دشمن، اما تو از پهلوانی چه می دانی؟ هنگام که باید گردن نهم نزد آن کس می نهم که بیشتر فر به هم کند. آرش می گوید از میان دندانهاش ولی پهلوان تو با دشمن جنگیدی. و هومان به دور می نگرد در غبار. خواستم بدانم که مهر به خاک هنوز در من هست و نبود. آرش گنگ این دهشتناک. پس خنده های پاک دیوانه و ایشان می نگرند که از سراپرده بنفش شاه تور که از سراپرده بنفش شاه توران باز می گردد. تاج بر سر، ردایش سرخ بر دوش، جام اندر کف، نگین شاهی راست بر انگشت. می خندد اینک نامه ای به نگاریم شاهوار. ای هومان به آسمان بنگر، کبوتر پیک در آرزوی پرواز است. آرش می گوید من باز می گردم و شاه باز می خندد برو آرش زودتر باش، چون بازگردی می نگری که دوستانت با تو بیگانه گشتند. اینک آرش دور رفته است. او به این سخنان می اندیشد و از آنها چیزی نمی داند. شش. آفتاب بالاست. او به بالا می نگرد و کبوتری سپید پر چون باد می رود. اینک آرش در نیستان سوخته می آید و با دل خیش می گوید من مردی یله بودم در پی رمه، آنگاه که دل می خواست گوسپندان را سرود می خواندم و آنگاه که نه با خفتن رمه می خسبیدم. من به اینجا چرا آمدم؟ خواب مرا این هیاهو چرا شکست؟ و رمه مرا این تند باد چرا پراکند؟ او می رود و از تالاب سرخ آبی نمی نوشد. پاکریز بلند لختی او را به ماندن می خواند و او نمی ماند. او در راه می نگرد و در این غبار سرخ برج چوبین را می نگرد بر پای خود ایستاده. ناگهان قرشی سهم، بانگی، رعد، آن غبار می درد. او چشم می گرداند و می بیند که از بر برج سردار پیش می آید. دهان او باز مانده با فریاد، به دست او چیزی کش این نمی داند. پس بر جای می ماند و می نگرد که سردار در برابر او ایستاد، شمشیر شعله‌ورش در کف و با همه خشم خیش بر او فرود می آید. این راست است و آرش هیچ نمی داند.
آن سردار که شمشیرش آخده بانگش سخت تر. راست با من باش، تو از ایشانی؟ و آرش آنچه را که شنید باور نمی کند. پس آن سردار خشم‌آور از خشم خیش می لرزد. این کبوتر پیک ایشان است، بر برج ما نشسته و این پیامی است با مهر دشمن. و آرش گنگ هنوز مانده از هر پاسخی. آنک او شمشیر خود را به زمین میکوبد، دیوانه بر گرد خیش میگردد، با قرش‌هاش راست چون آوار. هان نادانی بزرگ را من کردم، شنیدم که تو پیش از ما در این بوم بوده ای و بویی نبردم. دیدم که زبان ایشان را نیک میدانی و گمانی نکردم، پس با درد میماند. من نگین خود را به تو بخشیدم، من تو را دوست داشتم، ای آرش چرا فریب من دادی؟ و آرش فریاد میکند، من فریب ندادم. آنک سردار با نگاه سخت خود او را در هم میشکند. جای دروغ نیست، این پیام دشمن است آرش، و با سوگندان سخت به خدایان ریگزار. ایشان تنها به آن تیر گردن می نهند که تو بیاندازی. و آرش بر خاک فرو می افتد. آن سردار هنوز بانگ می کند، تنها تو که از تیر افکنان کمترینی و تیرت هرگز از تو دورتر نخواهد رفت. آرش پاسخی ندارد، ناتوان به سوی دیگر می نگرد و می بیند که از دل غبار پنج سرکرده پیش می آیند. نگاه ایشان با سردار و اینک سردار لب باز می کند. آری. و آرش فریاد می کند، نه. و سردار هر دو دست به شمشیر می برد. چرا آرش؟ تو سرسپرده به ایشانی و با ایشان سوگند خورده. این پیامی است به پارسی و باشد که این را نیز تو نبشته باشی. این گوید، من نبشتن نمیدانم. و او، دیگر یک سخنت باورم نیست ای آرش. این نبشته با دست توست و تو آن را سراسر نیک میدانی. آرش گوید، من هیچ نمیدانم، من نمیدانم. پس سردار درنگ میکند، آرام شمشیر برمیگیرد و میگوید، من شنیدم تو کشواد را ستودی که تیر نینداخت، چرا؟ و آرش گنگ میماند. او فریاد میکند، چرا؟ و آرش سخت میشود. گمان میکنی من فریبکارم؟ بیگمان. پس مرا بکش. سردار می‌غرد، همین خواهم کرد. آرش شمشیر را بر آسمان می‌نگرد تیز و بر آفتاب چشم می‌بندد و اینک می‌شنود که خروشی در باد. چشم می‌گشاید و از سرکردگان یکی را می‌بیند که او را سپر شده و او با سردار می‌گوید، درنگ کن سردار، اگر از این سگ مویی کم شود آن دیوانه سیل خون روان خواهد کرد. پس سردار شمشیر اندر دست چون سنگ می ماند، زار می نالد و شمشیر بر خاک می افکند. تو این را هم می دانستی ای آرش، این پیغام اوست. هنوز این سخن در میان مانده، مرد دیدبان از راه می رسد با کمانی سخت اندر دست، کش به زمین می کوبد و می گوید، این پیشکشی را شاه توران با آرش فرستاده. آرش چیزی نمی داند، اما می شنود که سردار می گوید، ای آرش آیا باز هم چیزی نمی دانی؟ و در درنگ آرش از میان غبار چهره ای به او می خندد.
آنک از سرکردگان آن که پیرتر پیش می آید خیره در کمان می گوید این از هومان بود و همه سرکردگان به زانو می افتند. پس سردار به آن سوی قبار می نگرد و با کلام تلخ خود آغاز می کند. به یاد آوریم که هومان هرگز با دشمن سوگند نخورد، مرگ را او کرد که هیچ نشان از خود بنگذاشت، هنگام که با یک سپاه تنها ماند نهراسید و برگ ریزان کرد و ایشان بر او چندان سطور راندند که کوه اندامش با خاک پست شد. پس سرکردگان آرام می گریند. هرچ نشان از او به دست دشمن رفت که ما بسیار جستیم و نیافتیم، ای مرد ای ستوربان اگر بتوانی اندکی چون هومان باش. پس سردار دور می رود و دیگران در پی او. آرش می نگرد که تنهاست و تا ریشه به درد آمده است. هفت، آنک بانگ تبیره ها و فریاد گاودم. آنجا کنار باروی چوبین سرکردگان با سردار رای می زند. اکنون دیدبانان پنج برج چشم به راه تیراندازند. هرگز آن دیوانه پیمانی را می پذیرد که به تیر این سگ کرده شود. جنگ را نو نکنیم ای سردار، حتی اگر این جانور کمترین را بیفکند، یک به دست بیش یا کم به سیلاب خون نمی ارزد. افسوس چرا من او را نکشتم. دیر نیست ای سرور، او باز می گردد. هان ما از این جنگ خسته ایم. پس در غبار می نگرند که از سپاهیان گروهی به سوی آرش می روند، دزدانه با سنگ پاره ها به مشت، و این آغاز سنگسار و ایشان شمشیر کش می تازند و فریاد می کشند. هشت، کدام ابر است این در برابر آفتاب؟ مرد دیدبان بین خورشید و آرش سایه می شود. ای آرش این تیر، و آرش جز باد نشنیده. او در برابر آرش ایستاده بلند و آرش همچنان به خاک افتاده. برخیز آرش، و آرش سر بر می دارد با نگاهش مرده، گویی آرش نیست، در وی می نگرد. تو هم اینجا بودی؟ آنگاه که مرا چون کرم خاکی پست می کردند؟ آری. آرش سخت می نالد. من به ایشان نگفتم که هومان زنده است. و او در غبار، نیازی نیست، این را همه می دانند. پس آرش با همه اندام خود می لرزد. می دانند؟ آری، هومان زنده است، در دلهای ماست که او زنده است. و آرش بار دیگر به خاک می افتد. از من چه می خواهی؟ تو نیک می دانی آرش. آرش می غرد، من هرگز تیر نمی افکنم. تو چنین می کنی آرش، تو باری چند از تیر پرهیز می کنی اما سرانجام آن را می پذیری. آرش می ماند، چه کسی چنین گفت؟ آیا جز این است؟ آرش می گوید از میان دندانهاش، من تیر نمی افکنم. و او در نور و در غبار زمزمه می کند آرام، اگر نیندازی سرور ما آن بزرگ تو را نزد دوستانت می فرستد، دست بسته باجگونه از خری، تن چاک از تازیانه ها، و میگوید
این بود که پیمان نکرد، این بود. پس در آرش می نگرد تیز، آیا دوستانت این رابطه می بخشند؟ آرش چشم می بندد. من دوستی ندارم، من از ایشان نیستم. و می شنود که خنده ای چون زهر به راستی، و می خروشد آیا تو هم باور نمی کنی؟ و اینک پیک بی جواب. آرش بیمارگونه به خود می پیچد. من دیگر نگاه دوستان را دیدن نمی توانم، من دیگر نمی توانم. افسوس، چرا او مرا نکشت؟ و او ایستاده بی هیچ جنبشی. آرش می گوید من باید چه بکنم؟ کدام تاوان؟ من 10 انگشت خود را به سنگ می کوبم. پاهایی که مرا به سوی آنان برد، پنجه هایی را که بخواهد کمان و تیر بگیرد، من چه باید بکنم؟ چه کنم که یک تن باور کند؟ و او نگاهش با البرز. من راهی نمی دانم. آنک در اندیشه آرش تیری چون باد می رود. پیک می گوید من به نزد سرورم باز می گردم. ای آرش، در پاسخ به او چه بگویم؟ و آرش بر 2 پای خود ایستاده در البرز می خروشد من تیر می افکنم. 9. آنک بر تبلها می کوبند و در کرناها غریو می دمند. بر خاک ریز بلند آتشی می افروزند بزرگ و شهبازی را پرواز می دهند. بر دم او زوبینی افروخته و دیدبانان از زیر برج می نگرند که از برابر انبوه سراپرده های دور آتشی برخاست تا آسمان با دود و در گاودم نفیر می دمند. اینک مردان ایران به فریاد با بلندترین فریاد می گویند ای آرش پیش برو به سوی تورانیان که گروهشان به گروه دیوان می ماند و به ایشان بگوی که تو تیر خواهی انداخت تا هر کجا تیر تو برود تا همانجا از آن ایران است تا هر کجا تیر تو برود ای آرش. و او آرش پیش رفت و به سوی تورانیان رفت که گروهشان به گروه دیوان میمانست و فریاد برآورد که من تیر خواهم انداخت تا هر کجا تیر من برود تا همانجا از آن ایران است تا هر کجا تیر من برود. و ایشان تورانیان که گروهشان به گروه دیوان میمانست گفتند ای آرش تو تیر بینداز تا هر کجا تیر تو برود تا همانجا از آن ایران است تا هر کجا تیر تو برود ای آرش. هر تورانی چنین میگفت و بر هر لب سخنی دیگر بود. تیر او تا کجا میتواند برود و تا آن سوی گیهان تورانیان لبخند زشت زدند. 10. و او آرش مردی که تا آن سوی گیهان به او لبخند زشت زده بودند با دل اندوه بار خود می گوید تیر من تا کجا می تواند برود. 11. آنک راهی چنبر زده در کوه پایه ها، او در راه و کمانش با او. بنگریست جای سم اسپان را بر پیکر زمین و آن کمینگاه ها را که به سر خاموشی بر دستی گذشت از خاک سر برآورده و نیزه‌ای فرو شده دید راست که گیاهی بران تنیده و روحیده. و او آرش اینها را بنگریست به نگاهی و می گذشت، اما چون سر برداشت تا به خورشید بنگرد بر جای خیره ماند.
12. شاه توران در آتش دور می نگرد که برخواسته تا آسمان با زنگ نای و رود و سهم می خندد سرخ تیره چونان دود. با او خیل خیل مردانش انبوه انبوه و هزار بیرقشان در باد. شاه آفتاب را می نگرد پیالش بر لب، این شرابی تلخ او نگاهش تار. ناگهان گمانی با او که خیره می ماند، تند بر می گردد، در سراپرده ها می نگرد، همه سرخ و نفیرش چون مرگ. هومان کجاست؟ و در کنار و از کنار او پهلوان پیش می رود. اینجا شاه در وی می نگرد. ای هومان، دوستانت پذیرفتند که آرش تیر بیندازد. این گوید آری بخت تو شاد. شاه می غرد ایشان پذیرفتند ای هومان، این شگفت نیست؟ هومان پس می رود. چرا شگفت؟ شاه در وی می خروشد تو سوگند خوردی که او تیرانداختن نمی داند. آری سوگند. ای هومان، پس چگونه او می رود تا پیمان را به جای آورد؟ و هومان مانده بی پاسخ. شاه برمی آشوبد آیا تو با من دروغ نگفتی؟ و هومان می خروشد هرگز. شاه شراب جامش را آرام بر زمین می ریزد و نیزداران تا هومان نزدیک می شوند. ای هومان، من بسیار نیست که تو را دیدم، آیا تو به راستی با مایی؟ هومان گوید آیا نیستم؟ شاه سرمست باده می خندد ناگهان بر من گذشت که تو از سوی ایشانی با ما آمده و مرا فریب داده ای. هومان شاد می گوید کدام فریب ای شاه؟ تو خود می بینی که تیر او از او دورتر نخواهد رفت. شاه تنگ چشم ناگهان می ماند تو بر این تا چند استواری؟ و هومان راست می گوید تا جان. پس شاه در آتش ها می نگرد سهم می گوید اگر مرا فریفته باشی می فرمایم تا بر اندامت سطورها برانند چندان که از تو هیچ نماند. و هومان نگاهش در آفتاب چون این باد. 13. این کدام جاده باریک که در آن پسک جنده مردی تنها بیهوده مانده است؟ او سراپا داغ با چهره اش که بران شبنم هاست می رود و کمانش گوش تیرش راست با او. لختی پیش او جامه های سنگین را از خود دور کرده است و خود پس از آن دور رفته است. اینک بانگی می شنود در این بالایی می ماند و در راه می نگرد. از پس صخره‌ای که هست مردی بیرون آمده سخت اندام می آید. این چشمها تیز می کند لختی درنگ ولی نمی ماند و این کشواد است که اینک بر او راه می بندد. بمان آرش. ای پهلوان، آیا شنیده ای؟ آری. و با من هنوز به مهری؟ من آمدم تا تو را بازگردانم. آرش چشم می گرداند و نگاهش از او هزار می پرسد. این گوید دشمنت صد هزار در نوردیده و تو در راهی تا یکی آزاد کنی، اینت کار بیهوده. و آرش در راه و آرش راه را بنگرید اما گامی نرفته مرد چون کوهی در برابر او ایستاد. فردا ایشان به پناه خانه ها باز می گردند ای آرش و تو می مانی با نهیب دل. هان
تو کوه تسلیم سروران را پست می کنی. این تیر شاید بهانه ایست تا دشت ها به ایشان بسپارند و با دشت ها انبوه بندگان. آرش گوید از راه من کنار برو. و سایه پهلوان ستبر: ای مرد به بندگان بیندیش. آرش فریاد می کند من خود از ایشانم. کشواد می توفد این تیر آیا پایان بندگیست؟ آرش دور می رود و مرد چون مرگ بر او راه می گیرد. نه این به سود ایشان نیست. آرش می رمد تو از سود و زیان چه می دانی؟ و کشواد می گوید با این تیر چیزی هست که دگرگون نمی شود و آن روز بندگان که به هر حال بنده اند. ای آرش به اسیران بیندیش. و آرش می غریود برای من جای اندیشیدن نمانده است. و او نعره می کشد به آنها بیندیش که در گروهند. و آرش سخت می شود چون سنگ. چه کسی به من می اندیشد؟ برای من راه بازگشتی نیست پهلوان. من مرد راستی و پرهیزم و شما سخن من به گوش شنیدن نشنیدید شما همه مرا مردی خواندید، ترفند زن و دروغ، و من همین میمانم. کشواد با همه دلخستگیش میگوید ای آرش من سخن زشت ایشان باور نداشتم، ولی اینک می نگرم که تو به راستی جز دشمن نیستی. آرش می ستوهد بگو پهلوان همه گفتند تنها تو مانده ای، زخم را زدی، اینک مرا به درد خود بگذار. آنک کشواد مشت درشت خود بر سنگ می کوبد پیشتر میا که می کشمد. پس آرش گامی واپس می جهد تیز تیر در کمان. کشواد می خروشد و آرش کمان بارا می برد با همه خشم خیش می لرزد. ای مرد بزرگ، ای پهلوان، من هرگز خونی نریختم، ولی اینک سخت بیباکم. برای من جز رفتن راهی نمانده است. کشواد می ماند ای آرش تو مرا نخواهی کشت. و آرش می غرد چون درنده‌ای چرا پهلوان؟ من جز این راهی نمیدانم. کشواد دست او را می نگرد که راست می لرزد. ای آرش تو تیراندازی نیکو نیی، پس چرا تیر می افکنی؟ و آرش بیخیش فریاد می کند به امید آن که بمیرم. آنک درنگی. پس کشواد با کوه اندام خود از راه او دور می شود. 14. اینک او آرش در برابر آرش می ایستد، در وی می نگرد و هر دو به راه می افتند. گام های هیچ یک از دیگری بلندتر نیست و باد در گیسوی هر دو به یکسان می وزد. با من میا آرش، از من دورتر بایست، تو مرا به خیش آلوده می کنی. کجا بمانم ای آرش؟ تو تنها مرا داری، از من به کجا می توانی گریخت؟ این سپید دم بخت سیاه را دیدم در آسمان می گشت تا بر سری فرود آید، دانستم پی تو می گردد. من سزاوار نبودم. تو سزاوار بدتری آرش، تو را به راستکاریت سرزنش می کنند و تو سزاواری. چرا از دشت نبرد به سینه کوه نگریختی؟ چرا در هنگامه آشوب جان به دشنه ای نسپردی؟ چرا به ریسمان دشمن اسیر نرفتی؟ چرا نزدیک تنگ چشمان پشت خم نکردی؟ تو سزاواری آرش. من نادانم ای آرش، مرا به رنج دانایی میفکن،
من از خانه بسیار دورم و هیهات که خانه ای باشد. اینک دنیا تو را برگزید تا به شوخی گیرد، وای از دمی که تیر تو به سوی تو بازگردد. جایی نه که با سرانگشت هر خربنده رسوای انبوه نشوی. گیهان پر از ناله های تو خواهد شد، از زخم زبان پیر زنان و لابه های شوی مردگان، از نیشخند کوچی و کارزاری و آه آنان که پشت چرخ نختابی پیر می شوند. خاموش، دیگر مگوی آرش، دیگر مرا آماج آشفتگی مکن. دست از من بدار تا به آتشم نبسوزی. اما این چیست که در سر من می گردد؟ این چیست که در بازوانم می دود؟ این چیست که در سینه‌ام ره باز می کند؟ این چیست که در رگ‌هایم می جوشد؟ این نیرو چیست در من؟ ای آرش، این نیرو چیست؟ نیک بیندیش آرش، آیا ناامیدی نیست؟ هزار بار بران درود و هزار هزار بار بران درود. من اگر تیری بیفکنم خورد، تیری ننگ همه مردان، و اگر همه گیهان بر من زار بخندد، ننگین تر از این نیستم که اینک هستم. 15. البرز آن بلند پنهان شده در ابرها، ابرها را به کناری زد. در پای خود او آرش را دید. این کیست که به سوی من می آید و کمانی بلند و تیری با پر سیمرغ دارد؟ نگاه او به پریشانی و گامهاش بی واهم از هر چیز. البرز چنین می گفت و آرش چنین می رفت، لب از گفتار خاموش و سر پراندیشه. ای مرد، تو نابود گشته ای، آیا می توانی بازگردی؟ پس به بالا می نگرد. تو به این پیکار چرا آمدی؟ و فریادش 10 بار بر وی فرود می آید. اینجا دشت آهوان چمان بود و اینک بنگر که پشت هر پشته خاری خار پشتی خانه کرده است. پس کاریزی خشک و او دور می رود. چشمه ای تو را به یاد آورده است، کش در کنار دختری ابرو کمان گیسو کمند و پر آزرم. به یاد آور که آن چشمه سنگ شد و آن چشم بسته ماند که از دیوار پی نماند و از باغ شاخه ای. او از البرز بالا می رفت و ناله های خاک در زیر پای او. 16. آنجا از دل قبار چند سپاهی می گذرند و در پس ایشان خیلی و با ایشان زمزمه ای. آن در قبار گم. آن سو کنار برج هیمه ها می سوزند از شاخه های خشک و اینک مرد آتشبان از میان دود می دود با شتاب تر و خود را بر خاک می افکند. ای سردار، من سخنی شنیدم دهشتناک. سردار پشت می کند و چهره اش نمناک. بگو. مرد آتشبان هیمه اش در دست می گوید من سخنچینی نمی دانم ای بزرگ، اما این دادگری نیست. چون آرش بازگردد قوغای واپسین خواهد شد. این سپاهیان سوگند خوردند که برو می تازند تا بند بندش از هم جدا کنند. سردار زیر لب گوید من بازشان نمی دارم. و مرد آتشبان سرد می شود. آیا درست شنیدم؟ آیا ما تورانیان را وانهادیم تا یک دیگر را پاره کنیم؟ پس سردار غوغا می کند.
آیا این سزای مردی خود باخته نیست؟ و این می هراسد بیگمان، ولی مگر نه آن سگ جادو سیل خون روان خواهد کرد؟ ولی مگر نه آن سگ جادو سیل خون روان خواهد کرد؟ و سردار نشانه های سومین برج را می نگرد در آفتاب. او پشت آرش است، ولی تا این تیر چون کامش برآورده شود از یاد می برد که آرش که بود. 17. اینک از میان مه کوهستان آرش سایه ای را می نگرد در راه ایستاده چون لکه ای در برابر خورشید. به شکوه با ستهمی 10 مرد استوار، به چنگ او زوبینش راست و آهنین، و این فریاد می کند ای پدر چرا به من گریستن نیاموختی؟ و سایه می لغزد. این منم که باید بگریم ای آرش، این منم. آرش به درد می نالد ای خداوند من، آیا تو هم شنیده ای؟ و خداوند بی جواب. پس آرش زانو به زانو بر خاک می رود. آیا تو دیگر فرزندت را نمی شناسی؟ و سپس گنگ، این شگفت نیست، زیرا اینک من نیز خود را نمی دانم. آنک مه از ایشان دور می شود و سایه می گوید همه کس به تو پشت کردند، آرش تو تنهایی. آرش می خروشد من بیزارم از دشمن. این فریاد می کند و بیشتر از دوست. پس سایه فرود می آید ای آرش آیا این دروغ است؟ و گرهی در گلوی این راه سخن بسته. آنک آن زوبین تیز بالاتر، این دروغ است؟ آرش سهم می گوید چه کنم که باور کنی؟ و غریب او چون رعد، آن که باید باور کند من نیستم آرش. به پایین بنگر، بر دشت، در غبار، به آنها که پشت در پشت ایستاده اند. پس می ماند و با او اندوه، جز تو کسی با تو نخواهد بود ای آرش. این تیر اگر که بتوانی با دل خود بینداز، نه بازوی خود. ایستاده به شکوه در برابر خورشید لکه ای، اینک پرنده ای چون باد می گذشت و باد خود نبود. آرش کمان را می نگرد آرام، آیا بیهوده نیست؟ و سایه می رمد. بیهوده؟ آرش در باد می گوید سراپرده ها دور است. سایه می غرد دورتر بینداز. آرش تا دشتی که خانه ما بود. او می غرد دورتر. آرش فریاد می کند تا مرز در گرو اند. او می خروشد دورتر. آرش می ماند تا مرز؟ اینکو فریادی است دورتر. و آرش به خاک می افتد ای پدر به من مهر بیامو. او نه آرش به من نیرو ببخش. او نه اگر تو بیزاری، اگر از این که هست بیزاری، پس من چیزی ندارم تا ببخشمت که تو از من تواناتری. هان این دل توست که تیر می اندازد و بازوی تو نه. چون این گفت و به شکوه مند ترین بود. پس آرش به راه خود بالا رفت، دور رفت و دورتر رفت. 18. هان
شکافی در کوه و در آن دیدبانان با نیزه ها به چنگ، با تیغ ها به مشت، سنگ چینی به کنار و در آن تند آتشی. وین پاسدار تورانی کش پرنده ای در دست شوخ می خندد. ای آرش اگر تو بودی بگو که در دل کوه فریاد با که می کردی که ما تیز بنگریستیم و جز تو آنجا کسی نبود. و آرش از راه می ماند. با درنگ می گوید آیا کسی نبود؟ مرد می خندد ما در نیافتیم، بانگش دور بود، بانگش دور می پیچید، چون آخرین غریب یکی زخم خورده بود، سخت نارسا، ما انگاشتیم که تویی. و آرش به راه خود بالا رفت. اینک پاسدار تورانی پرنده را پرواز می دهد با پیغام، پس خنده ای، و آرش می شنود که از میان آتش و آبگینه ها مردی با اوست. آن دوستدار دشمن تویی؟ و از پشت جانپناه چوبین پچ پچه هایی چند. خاموش، او نمی دانست که ما می دانیم. و آبگینه می تابد تند، چرا که نداند این کوه است و اینجا هر صدا زود می پیچد. و آرش هیچ نمی گفت و راه می سپرد. او از تنگ راه تنگ می گذرد و می نگرد جان پناه چوبین را که هر دم فرو می رود و فروتر. اینک سپری فرو می افتد و از پس آن مردی خورد فریاد می کند ای آرش به ما بنگر که ما آخرین مردانیم که تو می بینی، مردان پنجمین برجیم. در بازگشت به ما بگو که بران ستیغ سخت تیر را چگونه افکندی. مرد فریاد می کند اما آرش دور رفته است بالاتر و این فریاد را درست نشنیده. او دشت نبرد را می نگرد که اندک اندک ناپدید و برج دیدبانان را که رفته رفته ناپدید و برج دیدبانان را که رفته رفته ناپیدا و می نگرد که دیگر چیزی نمی شنود جز بانگ پای خود بر شانه زمین. و او باز می رود و هفت کوره تنش می سوزد. او از پدرش می داند که کژدم کوچک هنگام که در بند آتش است به خود نیش می زند که خاکستر. و او آرش خود را می نگرد نیز که در آتش اندیشه هاش در بند است. 19. ناگاه او میماند، بوی سبزه و نم او را هشدار داده است و آرش می نگرد که دیریست تا در مه فرو رفته. پس کمان را با دو دست می گیرد با گوشهای تیز. از آنجا که نمی بیند بانگ پایی سهمگین، تند واپس می نگرد. آنک مردی پیش می آید از آن میان سبز، تناور چون درختی و بر او برف زمستانی نشسته. پیش می آید راست با شعله های چشمانش، با اندامش که گرم می لرزد. او در آرش می نگرد ژرف خیره، با نگاهش دلدوز و آتش کلامش زبانه می کشد. ای آرش مگذار تا بر ایشان امید شوی. آرش در او نمی نگرد اما کشواد را شناخته است. ای مرد من تو را نمی شناسم اما بدان که دل من اینک در سینه تنگی گرفته است. و مرد که سخنش برنده تر از تبرهای جنگاوران بود می گوید ای آرش این رهایی جاودانه نیست. هر پیمان روزی شکسته خواهد شد. در آن روز تو کجا خواهی بود؟ و او آرش لبها بسته. ای آرش تنگناها در پیش است. اگر تو آنها را برهانی امید خواهی شد. و این
وحشت آور است. امید که در هر گدار سخت مردی خواهد آمد، انبوه را کاهل می کند. در هر تنگی ایشان چشم می گردانند تا برگزیده کیست و خود بر جای نشسته. آرش می غرد: سخنانت در این نسیم به تبری می ماند که بر ریشه می زنند. مرد گوید: تیر تو ایشان را یک بار رها خواهد کرد، اما برای همیشه به بند خواهد کشید. آرش می شکوهد و می شنود: تو تخمی نمی پراکنی که در همه جا سر برآورد. تو خود خواهی رست مثل درخت که در زمستان می میرد و در بهار دوباره می روید. آرش با همه اندوه خود رو به سوی دیگر کرد، به آن درشت کوه، و او را همچنان چشم به راه دید، بر جای ایستاده. پس به مرد نگریست و او را دیگر ندید. آنک او آرش به راه خود رفت بالاتر و تنش راست کوره‌ای. او می رود، جامه‌ها کنده، گوش‌ها تیز، به رفتار بادها می شنود دو بار سه بار که او را به نام می خوانند. به واپس می نگرد و می داند که زمزمه خاک با اوست. او می رود و دیریست که دیگر بانگی به گوشش نمی رسد جز غریوهای یکی پنهان که در سینه‌اش سخت می تپد. و او روی سوی بالا داشت، سوی ابرها که گردونه ناهیدند، و ناهید خوب چهره را دید که از آسمان می گذشت و به سپیدی چون برف نوباریده بود. 20. کوه بلند البرز به او، به آرش گفت: ای آرش، اگر تو بخواهی بادی برمیانگیزم تند، بارش مرگ تا بر دشمنت فرو ریزد. اگر تو بخواهی آذرخشی پدیدار می کنم که بسوزد راست خاکستر. اما تو به این شتاب کجا می روی؟ تو به سوی بالاترین بلندی ها می روی که بالاترین بلندی ها پهنه گردون رانان آسمان است و جز ایشان به آن نرسیده. و او آرش که در مردی تمام بود هیچ نمی گفت و راه می سپرد به سوی بالاترین بلندی ها پهنه گردون رانان آسمان. او آرش آدمی می رفت و کمانش گوش، تیرش راست با او. زیر پای او آسمان دارنده ابرهای پرباران، باران سرور زمین و زمین بستر اندوه. و او آرش فرزند زمین پر اندوه به بالاترین بلندی ها رسید. 21. او آرش کمانش را به ابرها تکیه داد. مادرم زمین، این تیر آرش است. که آرش مردی رمدار بود و مهر به او دلی آتشین داده بود و او تا بود هرگز کمان نداشت و تیری رها نکرد، نه موری آزرد نه دامی آراست. او از آنان بود که نانشان در گروه باد است. آرش کیست که این سحرگاه بینام بود و اینک چشم گیهان به سوی اوست؟ جنگاوری که سخت ترین جنگ افزار او چوب دست چوپانان بود. آرش کیست؟ مرزنشینی نادان، راه نشینی از آنسان که رمشان به تاراج می رود و او باز خوشدلانه مهر می کند و دشنام نمی گوید و فریاد نمی کشد. آرش کیست؟ خم کرده پشتی که بار بر او بسیار نهادند و او بسیار برده است و دم بر نیاورده. آرش منم که می شناختی، مرد پارسایی و پرهیز. او را هرگز بجز مهر نفرمودند
و او کینه را نمی دانست. ولی اکنون بنگر که در سرم اندیشه هاست، اینک به دردم از مردکی به من نزدیک و از من دور، پلیدی آرش نام که مرا به ننگ نام خیش آلوده است. او در آن سوی زمین بر قله ایستاده است، چون آینه ای روبروی من و قلب او نشانه من است. پلشتی چنان ناپاک و ننگاور که از او خوردن سوگند دریغ داشتند یا گذشتن از آتش. آرش منم، آنکه سهرگاه نادانکی بود آزاد و اینک چیزها می داند از دنیا چند و فریاد او بلند که کاش نمی دانستم. اکنون آرش از بانگ خود به ترس می ماند. در برابر بی پایان آسمان این خاموش، او با همه اندام خود می لرزد. من از خاک جدا شدم و خاک از من جدا نشده. روزگاری در من جز مهر نبود، اما اکنون مادرم زمین، من بیزارم. اما اکنون مادرم زمین، من بیزارم. و غریبش دور می رود تا خاموش. بر این خاموش او چشم می بندد، تن به باد سپرده، رخت ها به در کرده، برهنه شده و آن کمان تکیه داده برابره و آن کمان تکیه داده بر ابرها را برگرفته و آن کمان تکیه داده بر ابرها را برگرفته زیر لب میگوید: من آنچنان که منم پیش تو هم به پای ایستاده و به پناه تو آمده، اینک تنها تو میدانی من کیستم، پس گواه من باش. و آنک او آرش که مهر به او دلی آتشین داده بود، کمان خود را بالا گرفت که از پشت آسمان خمیده تر بود. 22. زمین بالا رفت و آسمان فرود آمد و آرش پای بر زمین، سر بر آسمان، تیر بر کمان نهاد. او آرش آدمی پا بر زمین استوار کرد و مهر که بر گردونه خورشید می‌گذشت از گاه خود بسی بالا رفت تا زیر پای آرش رسید. آرش کمان راست تر گرفت با 40 اندام. او زه کشید و ابرها به جنبش در آمدند. او آرش آدمی زه را با نیروی تمام کشید و خروش بادها برخاست و او آرش فرزند زمین زه را با نیروی دل کشید و آزرخ و آزرخش تند پدید آمد. کمان آرش خم شد و باز خمتر شد و در دریا خیزابه ها بلند. کمان آرش خمیده تر شد و باز خمتر شد و زمین را لرزش سخت و نعره از دل البرز برخاسته بود و خورشید تند رو از رفتار باز ایستاده و 7 آسمان زیر زیر شده و 7 آسمان زبر زیر شده و گردون به سرخی سرخ ترین شراب گشته. ابرها شکافته، رودها از راه خود باز گشته. وین آزرخشی چند، آزرخشی چند. البرز میگوید: من چگونه توانستم او را بر دوش خود نگه دارم؟ و زبان او شعله‌های آتش بود و خروش از گیهانیان برخاست که بر بلندترین بلندی‌ها آرش دگر نبود و تیر او بر دورترین دوری‌ها می‌رفت و ابرها را خروشی چند، غریبی چند و خورشید پنهان و آسمان ناپدید و مردان نعرهاشان سهم. آرش باز خواهد گشت، آرش باز خواهد گشت. و آن تیر که به بلند نیزه‌ای بود
نیزه‌ای که خود بسیار بلند باشد و از آن آرش بود همچنان می رفت و بادها می رفتند تا مگرش باز یابند. از سه کوه بلند گذشت که سر به دامان دریا داشتند، از هفت دشت پهناور که رمه در آنها فراوان بود، از چند و اند رود و پنج دریا که کرانهاشان پیدا نبود، و از هر دریا تا دیگری باز دریایی و بر دریا خیزابه ها پدید. و سه بار خورشید فرو رفت و باز بالا آمد، و سه بار طوفان در گرفت و باز آرام شد، و سه روز مردان در پای البرز آن بلند پایه هفت آسمان بودند تا آرش فرزند زمین باز گردد و او باز نگشت. و باز هفت روز ایشان بودند تا آنکه به مردی تمام بود باز گردد و او هفت روز باز نگشت. و باز هفت روز ایشان بودند تا آنکه به مردی تمام بود باز گردد و او هفت روز باز نگشت. و رفتگان آمدند با هومان. ما اندام پهلوان را یافتیم که دشمن بر او ستورها رانده و از سراپرده ها هیچ نیافتیم، و تیر می رفت از آن بیابانهای خشک که آدمی در آنها پیدا نیست، و آن دشتهای سبز که کومه ها در آن روییده، از آن آسمانها که مهر گردونه در آنها می راند، و آن دریاها که ناهید بر آنها گام می نهاد، و یا بندگان که به یافتن آرش رفته بودند باز گشتند. پیشانی پرچین و یا بندگان که به یافتن آرش رفته بودند بازگشتند، پیشانی پرچین و موی سپید. او چگونه میتواند بازگردد؟ زیرا او تیرش را که به بلندی نیزه‌ای بود با دل خود انداخته بود و نه بازوی خود، و تیر میرفت و باد از پی او، و چندان سوار دشمن و دوست که در پس آن می رفتند در مرز پیشین از آن باز ماندند. کنار بر درختی تک، سترگ و ستبر و سالدار و سایدار، بر آن مرغی نشسته نفیرکش و آواز خان، و سواران با نفیر او آنجا گرد آمدند. پس مرغ برخاست و سبکبال می رفت در ابر تا ناپدید شد، و سواران به این نشان فرود آمدند و سر بر خاک نهادند و تیر می رفت. روز از پی روز و شب از پس شب. بندیان که آمدند آن را در شتاب دیده بودند، و گروگانها آوارگان دشت به دیده خود باور نداشتند، و هنگامه در آنان افتاد که از پشتهای ویران سر برآوردند، و هر کس از آن می گفت: پدر با پسر، برادر با برادر، و زن شویمند با شوی. و شور برخاست و افسانه تیر در دهانها افتاد، از تیره به تیره، از سینه به سینه، از پشت به پشت، و تا گیهان بوده است این تیر رفته است. 23. خورشید به آسمان و زمین روشنی می بخشد و در سپید دمان زیباست. ابرها باران به نرمی می بارند، دشتها سبزند، گزندی نیست، شادی هست، دیگران راست. آنک البرز بلند است و سر به آسمان می ساید، و ما در پای البرز به پای ایستاده ایم، و در برابر من دشمنانی از خون ما با لبخند زشت. و من مردی را می شناسم که هنوز می گویند و من مردمی را می شناسم که هنوز می گویند آرش باز خواهد.